نهاد حقوق بشری رواداری در یک گزارش مفصل وضعیت حقوق بشر را به دلیل برخی اقدامات طالبان در افغانستان بدتر توصیف کرده است. یافته های این گزارش که بیشتر بر نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان متمرکز است، حوادث مهم رخ داده در نیمه اول سال 2023 در مناطق مختلف افغانستان را مستند کرده است. رواداری از اول جنوری تا پایان جون سال روان میلادی به شمول 53 زن، 353 فعال حقوق بشر، قربانیان و بستگان آنها، شاهدان عینی، مدافعان، نهادهای قضایی، کارمندان سابق و فعلی، زندانیان آزاد شده، خبرنگاران محلی، وکلای گذر، مسئولین مراکز صحی و دانشجویان را در 30 ولایت کشور مصاحبه کرده و در این گزارش موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده است. متاسفانه وضعیت زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته و پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در بدترین وضعیت خودش قرار داره و با گذشت هر روز باعث افزایش نگرانی ها میشه، طوری که حتی زنان و دختران افغانستان از حقوق ابتداییشان گرفتن به مکتب و دانشگاه از محروم هستند و تمامی تلاش طالبان به گونه سیستماتیک سرکوب و منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از جامعه افغانستان. این نهاد گفته است که به دلیل موانع و محدودیت های ایجاد شده توسط طالبان در افغانستان، جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر دشوار و پر از چالش بود. در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو نیستند و تاکنون هیچ تعهد نسبت به رعایت ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشری نشان ندادند. در این گزارش تلفات غیر نظامیان 111 نفر، کشتار هدفمند مرموز و بدون محاکمه کارمندان پیشین 142 تن، ناپدید کردن های اجباری 11 تن و بازداشت های خسرانه و غیرقانونی 222 تن ثبت شده است. طالبان با گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغ علیه حکومت این گروه خوانده است. از جانب دیگر، همزمان با نزدیک شدن دومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگوید که تبعیض سیستماتیک روزافزون طالبان علیه زنان باید متوقف شود. این شبکه امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 به این طرف در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان معلومات را گردآوری، تجزیه و تحلیل کرده است. طبق تحلیل این شبکه، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغانستان مجبور به انزوا و تعصب کامل شدند و اگر این روند ادامه یابد، صدای هیچ زنی از افغانستان شنیده نخواهد شد و این یک فاجعه بزرگ برای این کشور خواهد بود. زنان افغانستان در دوره حاکمیت طالبان تجربه های تلخ و دشواری را داشتند. محرومیت از تحصیل، تنزل و نقش های محدودیت جنسیتی، تعقیب و اذیت آنها از سوی رژیم، شکنجه و شلاق زدن در ملای عام و ترویج خشونت زندگی زنان افغانستان را به چالش کشیده و آنها را از حقوق بنیادیشان محروم کرده. اما تاریخ نشان داده که زنان افغانستان با تلاش‌های خود در مقابل محدودیت‌ها و سختی‌ها همیشه ایستادگی کردند و به عنوان نمادی از استواری اراده تانستن در مسیر تغییر و بهبود وضعیت شرایط خود ایستادگی کنند. شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان همچنین به دلیل وضع محدودیت‌ها بر حق آزادی، کار و آموزش دختران و زنان، حکومت طالبان را مورد انتقاد گسترده جهانی قرار داده است. جامعه بین المللی همواره تأکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت هستند، باید نخست به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است. در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و فراگیر بودن حکومتشان را یک مسئله داخلی خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این زمینه مداخله نکنند.